بیشتر کشورهای منطقه از توافق ایران و عربستان برای سرگیری روابط استقبال کردند. عراق که میانجی و میزبان گفتگوهای اولیه تهران و ریاض بود از این توافق استقبال کرده. مقامات دو کشور در سطوح مختلف جمعه و شنبه تلفنی با هم گفتگو کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با فؤاد حسین همتای عراقیش از تلاش‌های بغداد به عنوان آغازگر گفتگوهای امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان قدردانی کرد. دولت عراق هم در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد این توافق آغازگر فصل جدیدی در تحولات منطقه باشه. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس هم از این توافق استقبال کرده. مصر ابراز امیدواری کرده این توافق باعث کاهش تنش‌ها در منطقه بشه. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل در توییتی نوشته توافق ایران و عربستان به دلیل شکست تلاش‌های اسرائیل برای ایجاد ائتلاف منطقه‌ای علیه حکومت ایران بوده. یمن یکی از مسائل اصلی مورد اختلاف میان ایران و عربستان در چند سال گذشته بود. وزیر خارجه یمن در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرده که توافق تهران و ریاض به دخالت‌های ایران در یمن پایان بده. وزیر خارجه لبنان هم ابراز امیدواری کرده که این توافق به تقویت امنیت منطقه منجر بشه. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم از این توافق استقبال کرد. اردن، بحرین، امارات، سوریه، عمان، قطر، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه هم از توافق ایران و عربستان استقبال کردند. این توافق در رسانه‌های منطقه هم پوشش ویژه‌ای یافته. در این حال برخی کارشناسان منطقه این توافق رو ساخت چین میدونند و نسبت به موفقیت و تداوم اون ابراز تردید میکنند. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل.